بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان گرامی، چه حاضران و چه غایبانی که از راه دور صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند یا در آینده خواهند دید. امروز جلسه سوم از سلسله جلسات شرح دیوان آتشکده نیر تبریزی رو در خدمتتون هستیم و در دو جلسه قبل ما مقدمه‌ای بر این دیوان رو خدمت دوستان عرض کردیم و همچنین دیباچه این دیوان عظیم رو خدمت دوستان قرائت کردیم. امروز در جلسه سوم به بخش دوم این مثنوی آتشکده، دیوان آتشکده پرداخت میکنیم و امیدوارم که انشاءالله با همین سیری که ادامه میدیم تا بخش هایی که مرتبط هست با ایام دهه محرم انشاءالله بتونیم اونها رو بخونیم خدمتتون و اگر هم مقدور نبود، حالا قسمت بود، عمری بود، در آینده این جلسات شهر را ادامه بدیم و انشاءالله به سرانجام برسونیم. بخش دوم این دیوان با این عنوان هست: ورود به سرزمین کربلا و خطبه امام حسین علیه السلام در شب عاشورا. جلسات پیش خدمتتون بخش دیباچه و مقدمه این دیوان رو قرائت کردیم و عرض کردم که جناب نیر این شیوه قصه سرایی و قصه پردازی رو انتخاب کرده و در حقیقت در مقدمه کتاب از آغاز خلقت و آغاز آفرینش شروع کرده و در آغاز آفرینش عهدی رو به امام حسین علیه السلام نسبت میده که در اون امام حسین متعهد میشه تا در واقع گناهان بشر رو پاک کنه و کفاره گناهان بشر باشه در حقیقت، و این عهدنامه در عالم الست بسته شده و بعد از اون مکالماتی که در مقدمه خدمتتون قرائت کردیم دیدیم که بلافاصله جناب نیر از اونجا وارد صحنه صحرای کربلا میشه و دیگه اون مقدمات دیگر رو رها میکنه و مستقیم وارد معرکه صحرای کربلا و به خصوص شب عاشورا میشه. یعنی در قسمت دوم بعد از مقدمه ما بلافاصله جریانات مربوط به شب عاشورا رو داریم که امروز خدمتتون قرائت میشه. میفهمید که چون در آن دشت بلا افکند بار، کرد از بیگانگان خالی دیار. عاشر ماه محرم شامگاه، شد به منبر باز شاه کم ستا. توضیح خدمتتون عرض بکنم که در حقیقت ابتداءً وقتی قافله امام حسین علیه السلام به نزدیکی‌های کوفه رسیده بود، لشکر حر بن یزید ریاحی ابتداءً راه رو بر امام حسین می‌بنده و این اتفاق در منطقه کربلا نمیفته و این دو لشکر با هم دیگر در تقابل راه قافله رو کج میکنن و اون رو به یک مسیر دیگر میبرن. شما اگر در نقشه دقت کرده باشید، کربلا بالاتر از کوفه قرار داره، یعنی وقتی در مسیر مکه به کوفه ما نگاه بکنیم، اصولا وقتی اینها داشتن میرفتن به سمت کربلا، چرا به سمت کوفه، چرا باید به سمت چپ انحراف پیدا بکنن و حتی مقداری هم به سمت شمال رفته باشه؟ این به خاطر این هستش که اون لشکریان حر بن یزید ریاحی اجازه ندادن وارد ایشون و قافلشون وارد کوفه بشه و مسیر رو منحرف کردن تا جایی که به منطقه کربلا رسیدن، نزدیک آب فرات بود. ولی خب اطلاع داریم که چند روز قبل از حادثه عاشورا این مسیر دسترسی به آب فرات رو هم برای اصحاب امام حسین و اون قافله
بسته بودند و اجازه نزدیک شدن به آب رو نمیدادند. در این زمان ها مذاکراتی در بین این دو لشکر وجود داشت و اینها تلاش میکردند که راه برون رفتی از این مسئله پیدا بکنند. در حقیقت امام حسین تمایلی نداشت که وارد درگیری بشه، چون مفهومی نداشت. در حقیقت اونها چندین هزار نفر ابتداعاً اومده بودند و به قولی محاصره کرده بودند و رفته رفته هم به تعدادشون افزوده میشد، که در روز عاشورا به نقلی میگن که حدود 30,000 نفر از لشکریان یزید در اون منطقه حاضر بودن. بنابراین امام حسین میخواست که این مسئله به سمت درگیری کشیده نشه. ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که ابن زیاد که از طرف یزید مأمور شده بود تا کوفه رو آروم بکنه، یک انسان خیلی بدخلق و به قولی تندروی بود و فرمان داده بود که این قضیه با مذاکره و دوستی و فلان نمیتونه پایان پیدا کنه، یا باید حسین بیعت بکنه یا باید کشته بشه. در اون زمان سنت بر این نبود که کسی که بیعت نکنه حکمش کشته شدن هست. یعنی در زمان پیامبر خیلی ها با پیامبر حتی در مدینه بیعت نکرده بودند، یا در زمان حضرت علی هم همینطور بود و کسانی که بیعت نکردن با حضرت علی، از ولی بیشون هیچ تعرضی نکرد و مشکلی برای اونها به وجود نیامد. این جزء سنن پیامبر بود که خب اگر کسی خواست بیعت بکنه میتونه بیعت کنه و باید بر بیعتش پابند باشه، ولی اگر کسی هم بیعت نکرد مستوجب عقاب آنچنانی نیست، یعنی هیچ عقابی نداره در حقیقت، چه بماند به اینکه کشته بشه. و امام حسین هم به اینها استناد میکرد، میگفت که خب من تنها گناه هم اینه که نمیخوام بیعت بکنم، کار دیگه اینه که نکردم. اگر هم نمیخواهید داخل کوفه بشم، من میتونم راه ایران رو در پیش بگیرم یا میتونم برگردم برم به یمن، دلیلی نداره که این همه سختگیری انجام میشه. ولی خب اینها چون احساس میکردن که امام حسین رو در اونجا گیر انداختن و دیگه فرصت دیگه پیش نمیاد که این کار رو عملی بکنن، هرچه بیشتر فشارها رو بیشتر میکردن. سرلشکر سپاه دشمن هم عمر سعد بود که پسر سعد ابن ابی وقاص بود. سعد ابن ابی وقاصی که صحابه پیامبر بود و انسان سرشناسی بود در جنگ قادسیه، در جنگ هایی که با ایران کردن فرمانده سپاه سعد ابن ابی وقاص بود و یکی از صحابه شناخته شده پیامبر بودن. ولی این عمر سعد هم به خاطر اینکه پیشنهاد به قولی خلافت منطقه ری رو بهشون داده بودن، تلاش میکرد که به اون نتیجه مطلوب بخواد برسه، ولی ابا داشت از اینکه درگیر بشه. ظاهرا در اون روزهای نهایی شمر که در سپاه عمر سعد یکی از فرماندهان بود، میخواست که جای عمر سعد رو بگیره و بنابراین نامه‌نگاری هایی میکنه با ابن زیاد که عمر سعد داره آسون میگیره به سپاه حسین، و از اون بر ابن زیاد هم دستور میده که نه، هیچ آسانگیری نباید باشه. عمر سعد اگر حمله کرد حمله کنه، اگر حمله نکرد باید که مجازات بشه و از مقام خودش برکنار بشه و کسی دیگه ای به جاش بشینه. این اتفاقات در جریان بود. یعنی در مجموع در اون سپاه خب خود عمر سعد تمایلی به درگیری نداشت. کسی هم فکر نمی کرد که همچین سختگیری اتفاق بیفته. یعنی حضر ابن یزید ریاهی که در آینده داستان و ماجراش رو خواهیم خوند، ایشون بعدها توبه میکنه و خودش میگه که من تصور نمیکردم این سختگیری به این حد بخواد برسه. ما فکر میکردیم که حالا جلوی حسین رو میخواهیم بگیریم و در نهایت یک مذاکره میشه به یه نتیجه میرسه، و باور نمیکردن که امام حسین هم به این شدت بر سر حرف خودش بیسته. یعنی در مورد اهل بیت هیچ وقت این گونه سرسختی و ایستادن روی حرف خود سابقه نداشت. اینها دیده بودند که مثلا امام حسن علیه السلام وقتی که شرایط دشوار شد به سمت به قولی عهدنامه و اون توافق فیما بین معاویه اومد و راضی شد به صلح کردن، همچین سابقه ای رو داشتن. در میان اهل بیت سختگیری و تندروی هیچ وقت سابقه نداشت. معمولاً پیامبر و حضرت علی و امام حسن اینجور نشون داده بودن که تا جایی که میتونن سهل میگیرن و سعی میکنن که مشکلات رو برطرف بکنن، اهل تندروی نبودند. این خلق و خوی اینها بود. تندروی کاری بود که عمر انجام میداد. عمر اول
اولین بار تندروی ها رو در اسلام پایه‌ریزی کرد و کسانی که مثلا بیعت می‌شکنن با اونها برخورد سخت می‌کرد، یا چون طبق آیه قرآن اشداء علی الکفار و رحما بینهم، اینها میگفتن که مسلمانان باید با هم رحیم باشن، رحما بینهم باشن، اینها به هم دیگر باید سخت نگیرن. ولی در مورد مسئله عاشورا و اینکه امام حسین سخت گیری کرد و روی حرف خودش ایستاد، دلیلش این بود که خب اولا عموم مردم در گیر این قضیه نبودن. امام حسن تشخیص داده بود که اگر پافشاری بکنه در روی حرفش، کشتاری بر بین مسلمانان اتفاق میفته و از طرفی مسلمانان اون عزم جدی رو ندارن که بیان و پیگیر اون بیعت خودشون با امام حسن باشن و بنابراین به سمت صلح‌نامه رفت. و در اون زمان‌ها اتفاقاً یک سری از صحابه امام حسن مداوماً سرزنش می‌کردند. یعنی اون زمان هم اینها همونطور که خوارج اومدن به حضرت علی اهانت کردن، گفتن تو گناه کردی و باید توبه بکنی، تو ما رو کشوندی به سمت حکمیت. البته واقعیت امر این بود که اونها خودشون مسئله رو به سمت حکمیت کشونده بودن، ولی با این وجود می اومدن می گفتن که تو اگر امام ما بودی باید می دونستی که چه توطئه‌ای پشت حکمیت هست، و چون نمی دونستی و یا نمی دونستی و لیاقت نداری برای این پست، و یا می دونستی و خیانت کردی به ما، پس باید توبه بکنی. همچین الفاظ درشتی نسبت به امام استفاده می کردن. در مورد امام حسن هم همین کارها رو کردن و بعضی ها چون اومدن گفتن که تو ما رو به ذلت کشاندی، تو ما رو ذلیل کردی در برابر دشمن، ما حاضر بودیم تا پای جان بجنگیم کشته بشیم و همچین ذلتی رو قبول نکنیم در برابر معاویه. و یکی از دلایلی که امام حسین در روز عاشورا مداومن میگفت هیهات من الذله، ذلت از ما دور است، همین مسئله بود که نشون بده ما در مقابل اینجور فشارها به خاطر جان خودمون حاضر به ذلت نمیشیم هیچ وقت. اگر مصالح جامعه اسلامی باشه شاید بعضی مسائل رو قبول بکنیم و سهم بگیریم، ولی اگر فقط جان خودمون در این وسط دخیل باشه، جان مسلمان دیگه دخیل نباشه. 72 نفر بودن که هم قسم شده بودن، حضرت هم به هیچ کدومشون نگفته بود بمونین، گفته بود هر کدوم میخواهید برید، من تنها حاضرم اینجا بمونم، که در این شعر هم خواهیم خوند، من حاضرم در اینجا بمونم، شما برید، ولی من از حرف خودم بر نمیگردم و من با یزید بیعت نخواهم کرد. و بنابراین این طرف خب امام حسین سرسختی نشون داد، گفت که من بیعت نخواهم کرد. از اون طرف هم ابن زیاد اومد سرسختی نشون داد و گفت که اگر بیعت نکنه فقط چهارش کشته شدنه، و در نتیجه این فاجعه در حقیقت به بار اومد. کسی این تصور رو نداشت که قرار قضیه به این نحو سختگیرانه ادامه پیدا بکنه، و این رو ما در خلال داستان ها میبینیم و مخصوصا در ماجرای حر بن یزید ریا. خب این مذاکرات بالاخره به بنبست رسید در روز هشتم، تقریبا به بنبست رسید. در روز نهم اعلام کردن که ما حمله رو شروع میکنیم، یعنی روز تاسوعا قرار بود که حمله شروع بشه و یک سری مذاکرات کوچکی هم انجام شد و گفتن بعد از ظهر حمله میکنیم، تا اینکه شمر اومد میخواست که لشکر مقابل رو تضعیف بکنه، اما نامه آورد برای حضرت ابوالفضل که اینها فامیل ما هستند و اینها میتونن که در امان باشن، بیان به سمت لشکر ما. به این فکر که حالا مثلا تزلزلی در لشکر مقابل میتونه ایجاد بکنه، که خب داستان هاش رو شنیدیم که بالاخره میگن که حضرت ابوالفضل از این قضیه ناراحت میشه و چه و چه. ولی امام حسین علیه السلام یک چیز میگه به برادرش، میگه که تو حالا من ناراحت نمیشم که اگر حتی قبولم بکنی، اگر قبول نمی کنی لااقل در عوض این مسئله برو بهشون بگو که یک امشب رو هم به ما وقت بدن و قضیه بمونه برای فردا، اگر جنگی میخواد بشه بمونه برای عاشورا. و اون شب تاسوعا برای همین یکی از شبهای مهمی هست که اصحاب امام حسین همگی میدونن که در فردا کشته خواهند شد و جنگ شدیدی اتفاق خواهد افتاد. اینها جمع میشن و به نوعی یک شب احیای اونجا ایجاد میکنن، شب تا صبح بالاخره در عبادت و راز و نیاز و آمادگی برای اتفاقاتی که در روز بعد خواهد افتاد. این کلیت قضیه هست. یکی از دوستان حالا این مسئله رو ما قبلا مطرح کرده بودیم، گفتن که این رو دوباره خدمتتون عرض کنم، میشه گفت که
پارانتز و گریزی به مسائل دیگه ای هستش. اینکه اهمیت این شبها چی هست؟ ببینید، بعضی از روزها و شبها رو حضرت رسول از ابتدا گفته بودن که اینها شبهای مقدسی هستن و باید که مسلمانان اینها رو ارج بنهن و از اونها استفاده بکنن و تا حد امکان احیا بکنن اون شبها رو، شب زنده‌داری بکنن و به بطالت نگذرونن. در حقیقت مهمترین هاشون در ماه مبارک رمضان بوده که خب روزهای 17، 19، 21، 23 و 27 به تاکید اشاره شد. یا یکی از اونها روز نیمه شعبان هست، یعنی 15 ماه شعبان که از شبهای به خصوص هست و خیلی سپاره شده. حالا این شبهای 10 روز اول محرم هم اتفاقا از شبهای بسیار سپاره شده است. شما اگر در اهالی سنت بپرسید، اولا اینکه ماه محرم ماه آغازین سال قمری هست و بنابراین یک ماه به قولی مهمی هست برای اونها، ولی اکثر اهل سنت روز اول ماه ماه محرم رو معمولا روزه میگیرن. این سفارش شده و حتی توصیه شده که 10 روز رو هم روزه بگیریم و به خاطر همین قضیه بود که لشکریان یزید هم حتی بعضیشون در روز عاشورا با اینکه جلوی نوه پیامبر وایستاده بودن و جنگ میکردن روزه بودن. اینها یه همچین خشک مذهبهایی بودن که اومده بودن نماز میخوندن روزه میگرفتن ولی نوه پیامبر رو به اون نحو داشتن شهید میکردن. و به خاطر این مسئله هستش که در شیعه توصیه شده که روزه پاسوها عاشورا به خصوص در عاشورا روزه گرفتن حرام هست و الا این از قبل یکی از روزهای توصیه شده بوده و حتی اون آیاتی که اشاره شده والفجر و لیال عشر اینها رو هم نسبت میدن، چون در انتهای اون سوره هم میاد که ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که این میگن خطاب به امام حسین هست در حقیقت، ای نفس مطمئنه برگرد به سوی پروردگار خودت و به صورتی که راضیه و مرضیه هستی. از اینها استناد میکنن و میگن اون 10 روزی که در اونجا اشاره شده اشاره به دهه اول ماه مبارک ماه محرم هست. این رو میخوام عرض بکنم که بعضی از این شبها واقعا واجد یک سری شرایط خاص هست. حالا چطور شرایط خاص به وجود میاد؟ امروز خب در جهان مدرن ما دیروزم عرض کردم همه این سیارات و کواکب و اینها رو یک سری عناصر مرده میگیم توده ای از خاک و یا مثلا گازهای فشرده شده و اینجور چیزا هستن که هیچ اراده ای از خودشون ندارن. گذشتگان اینجور فکر نمی کردن، بلکه رو اینها تدقیق کرده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که این افلاک هر کدوم اثری در زندگی ما دارن. به طور مثال الان مثلا این هم مرسوم است، حتی امروز هم میگن مسئله قمر در عقرب. قمر در عقرب یک برهه های زمانی هست که در اون برهه ها کره ماه در داخل صورت فلکی عقرب قرار میگیره و وقتی قمر در عقرب قرار میگیره معمولا 3-4 روز 5 روز طول میکشه تا این صورت از این صورت فلکی خارج بشه. اینا دیده بودن که وقتی قمر در عقرب میشه کارها زیاد به سامان نمیرسه، قراردادهایی که در اون زمان بسته میشه زیاد خوشیوم نمیشه، به مشکل برمیخوره و امروز هم اینا رو میگن. بنده خودم اعتقاد دارم به این قضیه و واقعا هم اینها رو نگاه کردم دیدم در اون روزهای خاص که قمر در عقرب هست به خصوص واقعا آدم حال و هوای خوبی نداره، خیلی عجیب هست. یا مثلا میگفتن که هر کدوم از این سیاره ها مثلا مشتری و زهره و اینها سعد و نحسی دارن در منطقه‌ای که قرار میگیرن، باعث سعد میشه و باعث خوشی گشایش میشه در منطقه‌ای از آسمان و فضا که قرار میگیرن، موجب بدبختی و بدیومنی میشه. یا مثلا شما شنیدید تطمئن که در مورد شرف شمس یا انگشترهایی هست که شرف شمس میگن بهش، روز شرف خورشید روز 19 فروردین نامیده شده. این رو به صورت تجربی به این رسیدن که این در این زمان یک اتفاقاتی وجود داره که خورشید در بهترین موقعیت خودش قرار میگیره و نسبت زندگی ما تأثیرات خیلی خوبی داره. اینها رو بذاریم کنار. شما ببینید الان مثلا میگن که ناسا بعض وقت اعلام میکنه که انفجارهای خورشیدی در فلان زمان به حد علای خودش میرسه.
این انفجارهای خورشیدی با اینکه میلیاردها کیلومتر از ما فاصله داره، ولی روی دستگاه‌های رادیویی امواج مغناطیسی، حتی سیستم‌های ماهواره‌ای، روی همه اینا تاثیر می‌ذاره. حتی چند سال پیش بود که یکی از این امواج مغناطیسی که با حاصل از انفجار خورشیدی بود، انفجارهای شدید خورشیدی بود، یک سری از ماهواره‌ها را از کار انداخته بود. خب چرا که نه؟ پس اگر همچین امواجی میتونه در روی کره زمین همچین تأثیراتی بذاره، ای بسا روی ما هم میتونه خیلی تأثیرات بذاره. نه تنها خورشید، بلکه بقیه سیارات. کره ما وقتی از روی دریاها رد میشه، باعث جزر و مد این آبها میشه. بعضی وقتها تا 5-6 متر آبها رو میبره بالا و میاره پایین. بدن ما خودش 70% از آب تشکیل شده. آیا در روی بدن ما تأثیر نمیذاره؟ پس این افلاک حتما تأثیر دارند، موقعیت قرارگیریشون حتما تأثیر داره در ما. حالا شاید گذشتگان اینها رو خیلی دیگه به خرافات میکشوندن، میگفتن اینها نفس دارن، اینها دعاهای ما رو میشنوند، این حرفا بود. میگفتن که این افلاک همشون دعاهای ما رو میشنوند، وقتی ما دعا میکنیم میره پیش اینها و اینها به خدا میرسونن دعاهای ما رو. حالا این قسمت‌هاش شاید به خرافات نزدیک باشه، قبول نکنیم، ولی اینکه افلاک چقدر تأثیر دارن در زندگی ما و حال و هوای روحی ما، حال و هوای جسمی ما، 100% به نظر من قابل اعتنا و توجه هستش. از اینجا میخوام ارجاع بدم خدمتتون که این شبهایی که ارج نهاده شدن و گفتن که این شبها رو احیا بگیرید، احیا نگه دارید، اینها واقعا شبهای مهمی هست. شبهایی هستش که انسان میتونه از اینها استفاده های شایانی بکنه. این شب‌های محرم رو واقعا نباید از دست داد. به خصوص شب تاسوعا، این که انسان بشینه و احیا نگه داره تا صبح دعا کنه، تا اذان فجر حداقل بشینه قرآن بخونه، اینها تأثیرات واقعا عظیمی در روح و روان انسان میتونه داشته باشه. البته بحث این بود که چرا حالا این شب‌های احیا اینجور مصادف شدن. خب حضرت علی قبل از اینکه شهید بشه هم اون شبهای 19 هم 21 هم و 23 هم رو عزاداری میکردن. مسلمان ها در اون شبها قرآن میخوندن، احیا نگه میداشتن. این شاید حکمت الهی بوده، این شاید حکمت الهی بوده که شهادت این بزرگان در این شبهای بزرگ قرین بشه، تا این راز و نیاز ما که به گریه به قول برای مصائب ائمه اطهار آمیخته میشه، به یک جا ختم میشه، باعث تعالی و سعادت بیشتر نمیشه. شاید این حکمت خداوند بود، من اینو نمیدونم، حدسی هست که میزنم. از اونجا حدس میزنم که خب میگم قبل از این اتفاقات هم این شبها شبهای مهم بودن، همونطور شبهای دهه محرم. پس این شبها رو واقعا انسان باید ارزششون رو بدونه، و این که اهل بیت عصمت و طهارت در این چند شب واقعا در سختی های بسیاری بودند و نهایت هم با اون وضع فجی، وضع دردناک به شهادت رسیدند، اتفاقاتی که افتاده، شاید اینها بی حکمت نبوده و خداوند خواسته که اینها دری باشه بر روی انسان ها که توجه بیشتر داشته باشند و استفاده بیشتری از این شب های به خصوص، از این شرایط خاص داشته باشن. ببخشید من این توضیحاتم طولانی شد، گفتم حیف هستش این مسائل مطرح نشد. عاشر ماه محرم شامگاه، شد به منبر باز شاه کم سپاه. شب محرم یعنی در روز عاشورا که شب شد، حضرت امام حسین علیه السلام در اون حلقه که تشکیل میده در یکی از چادرها میاد و اون یک جایی مثلا ایجاد کرده بودن مانند منبر، در اونجا شروع میکنه به سخنرانی. یاورانش گرد او گشتند جمع، راست چون پروانگان بر دور شمع. این یاران امام حسین مانند پروانه، مثل اینکه به دور شمع وجود حضرت عبدالله میگشتند. خواهران شاه نظاره ز پی، خواهران حضرت عبدالله هم از پشت پرده یا یکم از مکانی دورتر داشتن نظاره میکردن. چون بنات و نعش برگرد جدی، این یک اصطلاح نجومی هست. جدی در حقیقت همون ستاره قطبی هست. ستاره قطبی در آسمان شب تنها ستاره‌ای هستش که حرکتی نداره، تقریبا ثابت میمونه.
البته بقیه ستاره ها هم حرکتی ندارن. این حرکت به خاطر چرخش کره زمین هست و چون نشانه روی قطب شمال کره زمین به سمت ستاره قطبی هست، بنابراین در زمان چرخش به نظر میرسه که ستاره قطبی ثابت مونده و بقیه ستاره ها به دور این میچرخن. اینجا داره اون بنات النعش که هستش، همان صورت فلکی های دب اکبر و دب اصغر هستن که به دور خیلی نزدیک به دور ستاره قطبی میچرخند و بنات یک سری از ستاره هستن که بهشون دختران میگوین. بنات به معنی دختران در عربی هست و نعش هم یک سری دیگر از صورت فلکی ها هستن. از طرفی بنات و نعش، نعش به معنی جنازه است و بنات دخترانی که بر سر جنازه دارن گریه میکنن. ببینید چه تمثیلی آورده. این بنات و نعش دارن به دور این وجود ستاره قطبی، اون قطب امکان که حضرت ابا عبدالله هست، داره تمثیل میکنه، دارن مثل اینکه به دورش میگردند. رو به یاران کرد و در گفتار شد، حقه یاقوت گوهربار شد. حقه به معنی کیسه هست، کیسه یاقوت. دهان مبارک ابا عبدالله رو به کیسه یاقوت، کیسه گوهرهایی تمثیل میکنه که وقتی صحبت میکنن در رو گوهر سرازیر میشه. در حقیقت بعد تحمید و درود آن شاه را، گفت یاران مرگ رو بر ما نهاد. بعد از اینکه حمد خداوند رو میگه، به صراحت اعلام میکنه که کار از کار گذشته، این فردا فرجام همه ما مرگ هست، چاره دیگری از مرگ وجود نداره. این حسین و این زمین کربلاست، سوی تا سو تیرباران بلاست. بوی خون آید از این کهسار و دشت، باز گردد هر که خواهد باز گشت. هر که او را تا به تیغ و تیر نیست، باز گردد پای در زنجیر نیست. ما کسی رو اجبار نکردیم، هر کسی میخواد از همین راهی که اومده میتونه برگرده، چون اون کسانی هم که گذاشته بودن برای محافظت فقط گفته بودن نذارید حسین از اینجا دور بشه، با بقیه کاری نداشتن. این شب و این دشت پهناور به پیش، باز گیرید ای رفیقان رخت پیش. خب در این قافله یک سری افراد هم بودن که اصلا واقعا در اون شب عاشورا برگشتند و گفتن که ما جدا میشیم. کسانی بودن که بالاخره اون توان رو نداشتن در اون حد جانفشانی بکنن یا مسائل دیگه، بالاخره کسانی بودن ظاهرا که از اون جمع جدا شدن. کار این قوم جفاجو با من است، هر که جز من زین کشاکش ایمن است. من ز تنهایی نیم یاران ملود، واهیدم اندر این دشت محبوب. من از تنهایی خودم ملود نیستم، مرا واهیدید و تنها بگذارید در این دشت خوفناک. واهیدم هین ز من یک سو شوید، راست زان سو کامدی دان سو روی. واهیدم اندرین دریای خون، تا کنم زان سوی دریا سر برون. این تمثیل دریا دقیقا همون تمثیل هایی هستش که مولانا نسبت به بحر معنا در دیوان خودش استفاده میکنه. این دریای معنویت هستش، ولی اینجا جناب نیر این دریای معنویت رو با دریای خون یکی کرده و میگه این دریای خونی هستش که من وقتی در اون غوص بکنم، فرو بروم، از سوی دیگر، از سوی دیگر در به قولی اون مقام و مرتبه اللهی در خواهم آمد، در نزد خداوند خواهم بود و به مقام ها و مراتب خیلی اعلایی دست خواهم پیدا کرد. واهلیدم اندر این دریای خون، تا کنم زان سوی دریا سر برون. بسته ای مهدی من و شاه وجود، واهیدم تا روم آنجا که بود. این عهدی که در جلسات پیش هم خوندیم به اون اشاره میکنه. من عهدی بستم و پابند اون عهد هستم. شاد زی شاد ای زمین کربلا، این من و این تیرباران بلا. سوی تو با شوق دیدار آمدم، بردم اینجا بویی از یار آمدم. آمدم تا جسم و جان قربان کنم،
منزلم سوتر ز جسم و جان کنم، من در یک وادی دیگری منزل خواهم کرد، وادی فراتر از این جسم و جان، در اعلی علیین، در عالم لاهوتی من منزل خواهم کرد. اینجا دیگه جای من نیست، آمدم تا دست و پا در خون کشم، که این چنین خواهد نگار مهوشم. این معشوق من رو این چنین میخواد که من دست و پا در خون بکشم. خب قبلا عروس‌ها رو که می‌بردن به هجله، اینها رو وقتی آرایش می‌کردن قبل از عروسی سرخاب می‌مالیدند و عرفای زیادی هم به این اشاره کردن. منصور حلاج موقعی که داشت شهید میشد، خون خودش رو به صورتش کشید وقتی دستانش رو قطع کرده بودن. گفتن این چه کاری که میکنی؟ گفت خون زیادی از من رفته، زرد رو شدم، میترسم فکر کنید که شما من ترسیدم، میخوام گلگونه باشم و در بزم جانان گلگونه بودن شرط است. اینجا یک نسبتی هم با اون داره. واهیدم آمدم تا دست و پا در خون کشم، کین چنین خواهد نگار مهوشم، پس آمدم که از عهد زر لب تر کنم، با لب خنجر حدیث از سر کنم. پس روید ای همرهان زین بزم زه، بزم جانان خلوت از اغیار به. این بزم جانان هست، این بزم معشوق هست، اغیار در اینجا جایی ندارن. اینجا رو ترک کنید، این میهمانی بزرگ رو ترک کنید. لیک هر سو رو به تابید ای فریق، دورتر رانید از این دشت سحیق. ای عده‌ای که جدا شدید، اگر رو تافتید و رفتید، فقط کاری رو در نظر بگیرید که از اینجا هر چقدر توانستید دورتر برید، از این دشت دور افتاده، سحیق به معنی دور افتاده، دورتر برید. چرا؟ این روایت هست از حضرت ابا عبدالله در اون شب و این رو ثبت کردن. گفته که هر کس میره بره، ولی اونقدری دور بشی که صدای کشته شدن فرزندان رسول الله رو نشنوید. چون اگر این صدا رو بشنوید و به یاری نیایید، روی بهشت رو نخواهید. اینقدر برید که این صداها به گوشتون نرسه. کان که فردا اندر این دشت مهول، بشنود فریاد احفاد رسول، تن زند از یاری از خبث سرشت، در قیامت نشنود بوی بهشت. احفاد رسول یعنی فرزندان حضرت رسول، کسی که فردا صداها رو بشنوه، ناله ها رو بشنوه و به یاری نیاد، هیچ وقت روی بهشت، بوی بهشت رو نخواهد شنید. رفت بر سر چون حدیث شهریار، شد برون اغیار و باقی ماند یار. کسانی که میخواستن ترک کنن اونجا رو ترک میکنن، فقط اون یاران جانی باقی میمونن. اولا دایره و حلقه ما داریم که بنی هاشم هستن، برادران حضرت ابا عبدالله، فرزندان ایشون، فرزند برادرشون، اینها رو هر کدوم فرزندان حضرت زینب، اینها بنی هاشم هستند و عده‌ای که جان برکفانه و به نحوی که تمام وجودشون، ما این در اینجا افراد خیلی بزرگی داریم، زهیر رو داریم، بریر رو داریم، حبیب ابن مظاهر رو داریم، اینها هر کدومشون در زمانی خودشون، اولا حبیب ابن مظاهر مثلا از صحابه پیامبر هست، انسان‌های خیلی بزرگی هستند، سوابق خیلی درخشانی در اسلام دارند، قبایلی دارند که تحت نفوذ اینها هستند، ولی از به قولی بد حادثه اینها از قبیله‌های خودشون هم جدا افتادند، یعنی یاری هم نمیتونن بگیرن. قبیله حبیب بن مظاهر البته تلاش می‌کنن که بیان و در قاهره کربلا شرکت کنن، ولی یک قسمتی از لشکریان یزید میرن به سمت اینها و با اونها جنگ می‌کنن و اونها رو دور می‌کنن، نمی‌ذارن که اینها به هم ملحق بشن. اتفاقات عجیبی افتاده در اون یکی دو روز. به هر حال همچین انسان‌های بزرگی که در جمع، خب طبق اون روایات که هست 72 نفر بیشتر مرد جنگی در اونجا باقی نمی‌مونه.
رفت بر سر چون حدیث شهریار، شد برون اغیار و باقی ماند یار. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرون. این بیت از ابیات مثنوی شریف هست. مولانا این بیت رو استفاده کرده در مقام عشق، اینکه عشق در بدو امر اتفاقا سرکش و خونی هست، تا اون کسی که تاب تحمل جفای عشق و معشوق رو نداره دور بایسته، دور باشه، دور باشه غیرتت آمد خیال. این غیرت الهی هست در اون مقامات و اون عوالم خاص الخواص. غریبه جایی نداره، کسانی که اغیار هستن جایی ندارند، هر کسی نمیتونه وارد اون جرگه بشه. فقط یاران جانی اجازه دارن که وارد بشن. تفاوت مولانا رو من قبلا هم که عرض کردم مثلا با حافظ، حافظ در شعراش میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. ایشون در وادی عشق مثل این که خیلی خام بوده، میگه عشق اولش آسان نمود بعد مشکلها شد. یا در جای دیگه میگه که چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. در وادی امر ایشون فکر میکنه بس عشق جاییست که خوشی و خرمی هست، بزم هست، سرور هست، ولی بعد متوجه میشه که چقدر صعب هست و چقدر خونی هست اتفاقا عشق، چون واقعیت عشق رو درک نکرده، به دنبال عشقهای رنگی هست، به دنبال عشقهای مجازی هست. ذات عشق اتفاقا سرکش هست. هر کسی داخل این دام عشق میشه باید سختی‌ها رو به جان بخره، چون معشوق میخواد اون رو آماده وصال بکنه، باید این آماده وصال بشه، باید در سختی‌ها و در رنج‌ها قرار بگیره تا اضافاتش از بین بره، ناب و خالص بشه وجوده. این هست موضوع اصلی عشق. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزت هر که بیرونی بود. گفت یاران که حیات جان ما، این یارانی که باقی مونده بودن برمیگردن فدا به ابا عبدالله، میگن که حیات جان ما، دردهای عشق تو درمان ما، رشته جانهای ما در دست توست، هستی ما و وجود از هست توست. ما چطور میتونیم از شما جدا بیفتیم؟ وجود ما به وجود شما وابسته است. من این بیت رو بارها خوندم، اینکه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اولیای الهی در اتحاد جانی به سر میبرند، روحهای اینها به هم پیوسته است. و این را عرض کنم خدمتتون، این را خیلی ها گفتن، گفتن این 72 تنی که جان فدای ابا عبدالله کردن، جانشون کاملا به وصال کامل با جان ابا عبدالله رسید. یعنی توسل کردن به هر کدوم از اینها مثل توسل کردن به ابا عبدالله، هیچ فرقی نداره. ببینید در بین اینها غلام سیاه چرده‌ای بوده که اتفاقا غلام فکر می‌کنم حبیب ابن مظاهر بوده، که حبیب ایشون رو آزاد می‌کنه، میگه برو تو غلامی، برای چی اینجا موندی؟ برو به کار خودت برس. این میگه نه، من دل در گرو ابا عبدالله دارم، من میمونم اینجا شهید میشم. همین غلام هم توسل به جان والای این غلام هم همون اثر رو داره که توسل به ابا عبدالله هم اثر رو داره. توسل به فرزند شیرخواره ابا عبدالله حضرت علی اصغر هم همون اثر رو داره. هیچ فرقی نمی کنه. جان اینها به هم متصل شده. جان اینها با هم هست. به اتحاد کامل رسید. رشته جانهای ما در دست توست، هستی ما را وجود از هست توست، سایه از خود چون تواند شد جدا، یا خود از صوتی جدا افتد صدا.
زنده بی جان کی تواند کرد زیست، زندگی را بی تو خون باید گریست. جان ما جان تو هست، چطور میتونیم ما زنده باشیم وقتی تو به شهادت رسیده باشیم؟ اگر جان تو کوچ کنه، رحلت کنه از این جهان، مثل این که جان ما هم رفته، هیچ فرقی نداره. زنده بی جان کی تواند کرد زیست، زندگی را بی تو خون باید گریست. ما به ساحل خفته و تو غرق خون، ما در ساحل آرامش خوابیده باشیم و تو غرق خون باشی. لا و حق البیت هذا لا یکون، قسم به حق بیت الله، قسم به کعبه که این امکان پذیر نیست. لا یکون، نمیتواند اینطور باشد. کاش ما را صد هزاران جان بودی تا نثار جلوه جانان بود. شما جلوه جانان هستید، جلوه خداوند هستید. کاش ما صد هزار جان داشتیم و صد هزار بار میتونستیم جانمون رو فدای تو بکنیم. گر رود از ما دو صد جان باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. ببینید چه زیبا این مصرع مثنوی رو آورده، اونجایی که میگه همون در دیباچه مثنوی خوندیم دیگه، روزها که رفت مولانا غم روزهای گذشته رو میخوره، به ناگاه فکرش میگه که من چه روزهای تلخی رو گذروندم در فراق شمس، در اون روزهایی که بر من گذشت، روزهای سختی که اومد و عمر من رو با خود برد. اونجا قصه میخوره، میگه روزها گر رفت گو رو باد نیست. بعد از این قصه ها میگه اشکال نداره، الان که خدای متعال، الان که من در وصال تو هستم هیچ عیبی نداره. روزها گر رفت گو رو باد نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. این مصرع رو از اونجا آورده و در اینجا به نحو احسن استفاده کرده. گر رود از ما دو صد جان باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. این مران ای پادشاه راستان، این سگان پیر را از آستان، ما را از آستان خودت دور مکن. ما به این آستانه عادت کردیم، ما روزی معنوی گرفتیم از این آستانه. ما نمیتونیم بدون وجود شمع مبارک وجود تو زیست بکنیم. ما نمیتونیم دور از آستان مبارک تو باشی. در به روی ما مبنده شهریار، خلوت از اغیار باید نیزه یار. این هم از ابیات مثنوی هست که در اونجا اشاره میکنه. خب میتونید که در عالم تصوف تنهایی و خلوت کردن اجر و قرب خاصی داره و در تنهایی و خلوت کردن هستش که انسان میتونه به خودشناسی برسه. اما در همه جا اشاره شده که اگر یاران جانی بودند، اگر یاران همدل بودند، اینها اغیار نیستند. از اونها نباید خلوت کرد، از اون کسانی که اهل دل هستند، اهل معنا هستند. اتفاقا این جمعها رو باید بیشتر کرد و در این جمعها طریق وصال و سلوک اتفاقا نزدیکتر خواهد بود و سریعتر خواهد بود. در اونجا اشاره میکنه که خلوت از اغیار می باید، از خلوت از اغیار باید نیز یار. پوستین بهر دی آمد نی بهار، پوستینی که می پوشن برای دی ماه هست، برای فصل سرما هست، نه برای بهار. اون مصرع رو از اونجا آورده و در اینجا استفاده می کنه. در بروی ما مبنده شهریار، خلوت از اغیار باید نیز یار. جان کلافه ما عجوز عشق کیش، یوسفا از من از ما مگردان روی خویش. این داستان حضرت یوسف هست. وقتی حضرت یوسف را آورده بودند و در بازار برده فروشان در مصر در معرض تماشا گذاشته بودند، افراد اومده بودند، فوج فوج می اومدند و زیبایی مسحور کننده یوسف را تماشا می کردند. صف وایستاده بودند برای خرید این غلام زیبارو. هر کسی هر چیزی داشت با خودش آورده بود، کیسه های زر آورده بودن که در اون مزایده بتونن که یوسف رو خریداری بکنن. در بین اون صف میبینن یک پیرزنی یک کلافه نخریسی رو با خودش آورده،
ایستاده در اون سطح. گفتن تو برای چی اینجا ایستادی؟ تو چی میخوایی اینجا؟ گفت من هم از خریداران یوسف هستم. گفتن آخه تو مالی نداری، با این کلاف تو فکر میکنی همچین غلام زیباروی رو میفروشن؟ گفت میدونم نمیفروشن، اما میخواهم من هم در زمره خریداران یوسف شناخته بشم، من هم از اون کسانی باشم که طلب دارم، دست دراز کردم که در زمره این خریداران باشم. مسئله این هست، اینکه انسان اون طلب رو داشته باشه، و الا من نوعی، من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم؟ حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. ما اسم خودمون رو گذاشتیم شیعه. باز خودم رو عرض میکنم، هیچ چیزم به ائمه نمیخوره، هیچ نسبتی ندارم متاسفانه. چنان در بند این دنیا گرفتار هستیم، چنان آغشته این زندگی تکراری بیخود شدیم که هرچه مکارم اخلاقی هست از یاد بردیم، هرچه مسائل معنوی هست از یاد بردیم. معنویت به کل کوچ کرده از زندگی ما، رخت بسته، چیزی نمونده. بعد ادعا میکنیم که ما هم از خریداران یوسف هستیم. باید نسبتی ایجاد کرد، باید نزدیکی ایجاد کرد، باید به خود آمد. این هستش که خب بارها شهید مطهری اون بزرگان گفتن دیگه، گفتن مظلومیت علی، مظلومیت حسین هنوز هم ادامه داره. مظلومیتش این هستش که شیعیانی که خودشون رو بهش نسبت میدن هم متاسفانه به اون حد نسبتی با این بزرگواران ندارن. جان کلافه ما عجوز عشق کیش، یوسفا از ما مگردان روی خیش. ما به بیدای هوس گم نیستیم، ناز پرورد تنعم نیستیم. ما به دنبال هوس نیومدیم به این بیابان، ما به دنبال ناز پرورد بودن و تنعم گرفتن نیامدیم اینجا. ما به آه خشک و چشم تر خوشیم، یونس آب و خلیل آتشیم. ما مثل یونس و مثل خلیل آماده ایم که در بلا فرو بریم. خب حضرت یونس میدونیم دیگه، در دریا شکار دهان یک نهنگ شد و چند وقتی رو در دریا موند، و حضرت ابراهیم خلیل هم در آتش افتاد ولی آتش بر او گلستان شد. اندر این دشت بلا تا پا زدیم، پای بر دنیا و مافیها زدیم. وقتی ما رسیدیم به این کربلا دیگه دنیا و مافیها رو پشت پا زدیم، ما رو رها کردیم. قبله وجود ما شما هستید، وجود شما هست، چیز دیگری به غیر از شما در زندگی ما وجود نداره. چون شهنشه دید حسن عهدشان، وان به کار جان سپاری جهدشان. پرده از دیدار یک یک باز هشت، جایشان بنمود در باغ بهشت. وقتی از ابا عبدالله این صداقت اینها رو دید، این پای مردی اینها رو دید، به اذن الهی پرده های چشم اینها رو از بین برد و اینها مقامات آخرت خودشون رو در اون لحظه یک یک تماشا کردن، هر کدوم جایگاه خودشون رو در بهشت تماشا کردن. این مشهور هست. در اون شب حالا وقتی اینها نشستند، این جناب نگیر این رو بعد مطرح میکنه که حضرت انگشت مبارک خودش رو میذاره در کف دست یکی از اصحاب و آبی جاری میشه و هر کس میاد جرعه ای از این آب میخوره، تشنگیشون، همه اونها تشنگیشون در اون شب کاملا کمتر میشه و اون بیتابی از بین میره. و بعد از اون دو انگشت خودشون رو باز میکنن و یکی یک جلوی هر کدوم از اصحاب میگیرن و اونها جلوه ملکوتی خودشون رو تماشا میکنن، بهشت رو میبینن، جایگاه خودشون رو میبینن، اون به قولی مقامات خودشون رو در اون شب یک یک درک میکنن. در اون شب هستش که حضرت قاسم که خردسال هست، اون هم میپرسه که
ای عمو جان، آیا من هم فردا از شهید شدگان خواهم بود؟ که حضرت گریهش میگیره، میگه که در نزد تو شهادت چطور چیزی هست؟ اون 14 سال داشت، نوجوانی بود. حضرت قاسم میگه احلا من اصل، از اصل هم برای من شیرین تره. و حضرت ابا عبدالله خیلی گریه میکنه سر این قضیه و جوابی نمیده به این کودک. و خب فردا بالاخره حالا خواهیم خوند که چه اتفاقاتی میفته و حضرت قاسم هم به شهادت میرسه در اون روز. بگذاریم. چون شهنشه دید حسن عهدشان، وان به کار جان سپاری جهدشان، پرده از دیدار یک یک بازهشت، جایشان بنمود در باغ بهشت. حوریان دیدن در وی صف به صف، سر برون آورده یک سر از غرف. کنده را که چشم بر راه توییم، مشتری روی چون ماه توییم. اینها بهشت را تماشا میکردن، میدیدن حوری ها از غرفه ها بیرون اومدن، اینها را صدا میزنن، میگن بیایید به سمت ما، بیایید این جهان تاریک رو رها بکنید. ای تو ما را ماه و ما برجیس تو، تو سلیمانی و ما بلقیس تو. ای سلیمان هین سوی بلقیس شو، همچرامین در وساق ویس شو. ندای عاشقانه می اومد از طرف این حوریان، از طرف این ملائکه، و اینها رو فرا می خوندن، می گفتن بیایید به سمت ما، بیایید ما رو دریابید، اون دنیای تنگ و تاریک رو رها کنید. شما مانند ما، مانند بلقیس هستیم و شما مانند سلیمان، بیایید در کنار ما، بیایید در نزد ما باشید. یوسف باز آی از این زندان زفت، که زلیخا را شکیب از دست و ما زلیخایی هستیم که شکیبایی من را برای رسیدن به شما از دست دادیم. معمولا برعکس است، معمولا انسان ها در حسرت وصال ملائکه باید باشند. اینها چنان مقامی دارند که ملائکه در حسرت وصال این انسان‌های وارسته هستند. اندر آ که از عشق مفتون توییم، گرچه لیلاییم مجنون توییم. اینها رو دیدند و زان سپس شه خواند مردی را به پیش، بر کف او برنهاد انگشت خویش. شد روان زان دست آبی خوشگوار، جمله نوشیدند اصحاب کبار. اندر آن شب که شب عاشور بود، ماه تا ماهی سراسر شور بود. شاهدین در خیمه با اصحاب راد، در نیاز و راز با رب العباد. کوفیان در نقض آن عهد نخست، سرخوش از پیمانه پیمان سست. شمردون سرمست صحبای غرور، شاهدین سرشار مینای حضور. پور سر از ذوق ری سرگرم و مست، شاه از اقلیم هستی شسته دست. عمر سر سرگرم و مست خیال پردازی ملک ری هست که هیچ وقت هم به اون نرسید. اما از این طرف ابا عبدالله از اقلیم هستی دست شسته. زینب آن دردانه درج شرف، از دو چشم تر درفشان چون صدف. دیده لیلی ز دیدار پسر، کرده دامن پرگل از لخت جگر. لیلی نامه مادر حضرت علی اکبر هست که در اون شب گریه میکنه و جگرش خون شده از اون غمی که در پیش رو خواهد داشت. مادر قاسم ز بحر هجرگاه، کرده روشن شمع‌ها از دود آه. شربت بیمار خون جام دل، شیر پستان از لب اصغر خجل. خب داستان و ماجرای شب عاشورا رو خواندیم و در ادامه میرسیم به صبح روز عاشورا، رفتن امام حسین علیه السلام به میدان و احتجاج با دشمنان. صبح که
آفتاب طلوع میکنه، خب دیگه اون نوای جنگ به صدا در میاد و اصحاب امام حسین از خیمه ها بیرون میان و به سمت میدان حرکت میکنن. فقط به صدا دارم توجه کنید چه زیبا این صحنه آرایی ها رو شاعر انجام میده. چون سحرگه چهره صبح سفید شد ز پشت خیمه نیلی پدید. این خیمه نیلی آسمان، آسمان آبی، از اونجا چهره صبح سفید یواش یواش داره روشن میشه. آسمان گفتی گریبان کرده چاک، مثل اینکه آسمان اون یقه پیراهن خودش رو چاک زده. در فراق آفتابی تابناک، این آسمان در فراق آفتاب گریبان خودش رو چاک زده. ببینید این فراق هنوز اتفاق نیفتاده، فراق اتفاق خواهد افتاد در آینده. آفتاب در حقیقت تمثیل امام حسین هست، شهید خواهد شد، ولی این آسمان به پیشواز رفته، آفتاب داره طلوع میکنه، ولی این گریبان چاک کرده. اینها رو داره آماده سازی میکنه ذهن رو. خرز مشرق سر برهنه شد برون، چون سر یحیی میان تشت خون. حضرت یحیی از پیامبرانی هستش که مورد ظلم خیلی زیادی قرار گرفته و در نهایت امر سر ایشون رو میبرند و در درون تشتی به حضور اون شاه، یا به گفته ای میگن که خب ابلیس بود به اون چهره در اومده بود، به پیش اونها میارن. میگه که این خورشید مانند سر یحیی سر برهنه از مشرق طلوع کرد. پس ندا آمد که ای خیل اله، هین برون تازید سوی رزمگاه. بر رکاب پای مردی پا زنید، خیش را مستانه بر دریا زنید. هین برون تازید ای مستان عشق، باده می جوشد به تاکستان عشق. در این تاکستان عشق باده و شراب مستی الهی دارن به قولی میارن و عرضه می کنن. جرعه ایزان باده بیغش زنید. این شراب، شراب بیغش هست، شرابی هست که ناب هست، چیزی در اون قاطی نشده. خود سمندروار بر آتش زنید. سمندر خب یک حیوان دوزیستی هستش که در آب و خشکی زندگی میکنه. در افسانه ها هستش که این سمندر وقتی در درون آتش میره، آتش بر اون اثری نمیذاره و به راحتی میتونه در آتش بمونه یا از درون آتش رد بشه. هین برون تازید ای شیران جنگ، عرصه را بر روبهان دارید تنگ. بیرون بیایید و بعد این روبهان بتازید. اللهی لب تشنگان آب میر، آب حیوان میرود از جوی تیر. شما لب تشنه آب ابر هستید، اما آبی که به دنبال آن هستید آب حیات هست که از جوی تیر عبور میکنه. باید این آب رو از جوی تیر بنوشید تا به حیات جاودانی برسید. هین برون تازید لبها تر کنید، یاد مهنتهای اسکندر کنید. چون شنیدندان یلان رزم کوش، از فراز عرش پیغام سروش. مثل اینکه یک هاتف غیبی ندایی میداد، از آسمان این صداها میومد. وقتی که اینها این صداها رو شنیدند، محرمان کعبه دیدار رب جمله بر لبک بکشادند لب. اینها مثل اون حاجیانی بودند که محرم شده بودند، احرام بسته بودند و آماده حج بودند. بهر قربانگاهش از میقات شوق، هدیه بختی های جان کردند سوق. خب وقتی حاجیان در میقات احرام میبندند، از همونجا قربانی های خودشون رو آماده میکنند و به سمت قربانکده روانه میکنند، که وقتی اونجا حج خودشون رو تمام کردند، قربانی خودشون رو اونجا بیارن و قربانی بکنن. اینها جانهای خودشون رو مثل هدایای قربانی، مثل شترهای تنومند، بختی یعنی شتر، مثل هدایای تنومندی از پیش سوق داده بودند و روانه میدان کرده بودند.
از میقات شوقشون روانه میدان کرده بودند. بهر قربانگاهش از میقات شوق هدیه بختی های جان کردن سوق. وارث حیدر شه والا مقام شد برون از خیمه چون بحر تمام. حضرت عبدالله حسین هم از خیمه خودش بیرون میاد. خب اینجا تمثیل ها رو هم ببینید، از این بعد واقعا دیگه با شکوه میشه این تمثیل ها. وارث حیدر شه والا مقام شد برون از خیمه چون بدر تمام، چون مانند یک ماه تمام از خیمه بیرون آمد. شد ز کوه طور سینا جلوه‌گر نور خلاق هیولا و صور. در داستان موسی میدانید دیگه، موسی وقتی به این میقات خودش رفت، اون چند نشینی که رفت و در اونجا البته به سمت اون کوهی که رفت و در اونجا پیامبر شد، این داستان جدایی هستش. وقتی به اون سمت اون کوه رفت، می آنست و دورم، من نوری میبینم و برم از اونجا آتشی بیارم. وقتی رفت نزدیک، دید که این نور در حقیقت از یک درخت میاد بیرون و اون درخت صحبت کرد با حضرت موسی و به اون گفت که من خدای تو هستم. پس اخلع نعلیک انک به واد المقدس، تو با کفش های خودت را در بیار و بعد نزدیک شد، تو به وادی مقدس تو نزدیک شده ای. در حقیقت این رو داره میگه. شد ز کوه طور سینا جلوه‌گر نور خلاق هیولا و صور. شمع‌دین شق کرد مشکات سطور، پرده در شد طلعت الله و نور. حضرت عبدالله که بیرون اومد از اونجا، میگه این مشکات، ببینید در اصطلاحات عرفانی ما لایه های حجاب داریم برای خداوند، یک سری لایه های ظلمانی و یک سری لایه های نورانی، حجاب های نورانی. در حقیقت مشکات از اون آیه الله نور السماوات والارض، مسئله ای که مشکات گرفته شده که خداوند نور هست، نور آسمان ها و زمین هست و مثل اون مانند چراغدانی هست که در اون شیشه ای قرار گرفته و نور از داخل آن ساطع میشه. یعنی چنین تمثیلاتی میگن. و در دید عرفانی خود این مشکات سطور هست، به قولی حجاب هست، اما حجاب نورانی هست. میگه حضرت عبدالله وقتی از چادر خودش اومد بیرون، مثل اینکه این مشکات رو هم و این حجاب نهایی رو هم کنار زد و نور خلاق وجود به منصه ظهور رسید. شمع‌دین شق کرد مشکات سطور، پرده در شد طلعت الله و نور. آفتاب از بحر آن شاه فرید، باره گردون به زیر زین کشید. آفتاب که این صحنه رو تماشا کرد، ورود عبدالله رو به صحنه تماشا کرد، همه گردون رو به زیر زین مرکب ابا عبدالله برد. مثل اینکه ابا عبدالله که میخواست به مرکب سوار بشه، بر گردون سوار شد، بر همه عالم سوار شد. جبرئیل آمد ز گردون با شتاب، باد و پر بگرفت آن شهر را رکاب. جبرئیل رکاب گرفت و حضرت ابا عبدالله دستانش رو بر روی پر جبرئیل گذاشت و سوار اسب شد. شد چوپایش با رکاب زین قرین، زهره زهرا به میزان شد مکین. وقتی پایش رو به رکاب گذاشت و روی مرکب نشست، مثل این که زهره، خب زهره زهرا یعنی زهره روشن، ولی از طرفی هم زهرا به حضرت زهرا اشاره داره و زهره زهرا همون تمثیلی از خود ابا عبدالله هست. زهره زهرا به میزان شد مکین، روی اون به قولی زین بکین شد و قرار گرفت. میزان هم البته صورت فلکی هستش، که همون صورت فلکی که مثل ترازو هست، دیدین دیگه اینها رو تنظیم میکنن. زهره زهرا به میزان شد مکینی، یعنی در حالت تعادل بر روی زین قرار گرفت. حضرت احمد مرسل به اعجاز عظیم، کرد ماه چارده شب را دونیم. مثل اینکه شق القمر در اون لحظه دوباره اتفاق افتاد. شهسوار بدر از پشت حجاب، کرد رد
بر قوس گردون آفتاب. این هم از معجزات دیگه هستش که البته هم گفتن معجزه حضرت رسول هست و هم معجزه حضرت امیرالمومنین. داستان از این قرار هستش که وقتی از یکی از غزوه ها برمیگشتن سپاه اسلام، پیامبر در یک جایی اتراق کردن، نزدیک غروب بود و اینها هنوز فرصت پیدا نکرده بودن که نماز بخونن و حضرت رسول در اون لحظه مثل اینکه تنها محل تکیاگاه و آرامشی که داشت زانوی حضرت علی بن ابی طالب بود، سرش رو تکیه میده به پای حضرت و خوابش میبره. اونقدر که اینها خسته بودن خوابش میبره و خورشید یواش یواش غروب میکنه. بقیه خب پا میشن نمازشون رو میخونن ولی حضرت امیرالمومنین نمیتونه نماز بخونه و وقتی حضرت رسول بیدار میشه میبینه که آفتاب غروب کرده و میگه تو چرا منو بیدار نکردی که پاشی و نماز بخونی؟ گفت دلم نیومد، چنان شما خسته بودید و خوابیده بودید که نخواستم ذره ای مثلا شما رو اذیت کرده باشم، گفتم بهتره که به خوابتون ادامه بدید. در اون لحظه حضرت رسول با اشاره دست یک اشاره میکنه و خورشید برمیگرده، از اون حالت غروب برمیگرده به آسمان و هر دو بزرگوار نماز خودشون رو میخونن و با اشاره دست دوباره آفتاب برمیگرده. به این معجزه رد، معجزه رد میگن، رد و شمس میگن در حقیقت. شهسوار بدر از پشت حجاب کرد رد بر قوس گردون آفتاب، چون گرفتن در فراز زین مکان شد مسیحا بر فراز آسمان. موسی عمران فراز تور شد، که کمر دزدید و غرق نور شد. مثل اینکه مسیحا به آسمان رفت و حضرت موسی بر فراز تور قرار گرفت و اون کوه سراسر پر از نور شد، غرق نور شد. نی حنان الله نطقم بسته باد، خامه تمثیل من اشکسته باد. بعد از این ده توضیح های بسیار زیبا میگه که نطق من بسته باشه، من حق مطلب رو نتونستم ادا بکنم. نگیر هنوز بعد از این تمثیل های بسیار زیبا راضی نشده، میگه نطق من بسته باد، خامه تمثیل من، یعنی اون قلمی که دارم با اون تمثیل میکنم و مینویسم اون شکسته بشه، بیشترش رو میخواد بگیره. ما شاهباز ذروه ذات البروج کرد در قوسین او ادنا بروج. این آیه دنا و فتدلا و قاب قوسین او ادنا که در شب معراج پیامبر نزدیک شد و رسید نزدیک خداوند، نزدیک عرش، فقاب قوسین او ادنا، به حدی نزدیک شد که به اندازه دو کمان و یا نزدیکتر. و اینجا داره بهمون اشاره میکنه که ابا عبدالله که بر فراز زین نشست، مثل این که به ذات البروج، به اوج آسمان عروج کرد و به نزدیکترین نقطه با خداوند خودش رسید و در اون مکان قرار. درع سالار رسول زیب تنش، خفته صد داوود زیر جوشنش. حضرت داوود در حقیقت مخترع جوشن و زره هست، سپر و زره و اینها رو ایشون به قولی اختراع کردن، زره رو به خصوص از زنجیر میبافتن. میگه که حضرت ابا عبدالله اون جوشنی که از حضرت رسول بهشون ارث رسید بود اون رو پوشیده بودن و در اون لحظه مثل اینکه صد داوود، صد تا حضرت داوود زیر این جوشن ایشون قرار داشت. هشته بر سر از نبی تاج سها، عمامه حضرت رسول صلوات الله علیه بر سر حضرت عبدالله بود، مانند ابری که بر روی خورشید قرار میگیره. رفته زیر ابر قرص آفتاب، کرده چون جوزا همایل بر کمر، ذوالفقار حیدر لشکر شکر. و شمشیر ذوالفقار که از اون ودایع امامت هستش و در دست حضرت ابوعبدالله بود، اون رو به کمر بسته بود و مانند اون شمایل همایل جوزا، مانند جوزا، جوزا اون صورت فلکی هستش که دوتا انسان هستن دست در دست هم یا در دست در گردن هم گرفتن و همچین شکلی داره.
و اونها هم یک مانند اون یک شمشیر مانندی حمایل دارن، به این تمثیل میکنه و اون شمشیر ذوالفقار رو به اون نسبت میده، تشبیه میکنه. مهر جم در نازش از انگشت او، دیو و وحش و تیر طوع مشت او. خب از این ودایع امامت چنین دیگه، حتی معتقدن که تمامی این اشیاء خاصی که به انبیا تعلق داشت به حضرت رسول رسیده بود و در دستان حضرت رسول بود و از اون یک به یک به امامان رسیده، به ارث رسیده در حقیقت. از جمله اونها این انگشتر حضرت سلیمان هستش که مهر جم نامیده میشه و وقتی اون انگشتر رو در دست میکرد تمامی دیو و دد و تمامی حیوانات مطیع اوامر سلیمان میشدن. و میگه که این انگشتر هم در دست ابا عبدالله بود و دیو و وحش و تیر، تیر یعنی پرنده، دیو هم که اجنده، وحش هم گوهوش، طوع مشت او، در زیر فرمان حضرت ابا عبدالله بودند. راند با لشکر به میدان وغا، آن سلیل تاجدار لافتا. با لشکر به سمت میدان شروع به حرکت کرد. آن سلیل یعنی نواده، یعنی فرزند. تاجدار لافتا اشاره داره به اون حدیثی که حضرت رسول به حضرت امیر گفتند لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، هیچ جوان مردی غیر از علی من ندیدم، غیر از علی وجود ندارد و هیچ شمشیری بر به روی به قولی شمشیر ذوالفقار وجود ندارد. در حقیقت شه چو خور وان دختران روشنش، چون ثریا جمع در پیرامونش. اون دختران ابا عبدالله میان و دوروبر اسب حضرت رو میگیرن، دورش جمع میشن. یا چو طوق حالهی برگرد ماه، در میان چون نقطه توهی شاه. یا مانند ماه که بعضی وقتها دورش رو یک حالهی میگیره، ابا عبدالله مثل ماه بودن و دخترانش مانند اون حاله دور اون حضرت رو گرفته بودن و در وسط مانند نقطه توحید بود حضرت. اولویان از بحر دفع چشم بد، خواند بر وی قل هو الله احد. این ملائکی که از عالم الوی اومده بودن این صحنه رو تماشا میکردن، برای اینکه چشم بد دفع بشه، خب ما وقتی میخواییم یک بلایی رو دفع بکنیم دعا میخونیم، مثلا الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، یا همین سوره توحید رو میخونیم، خب به قولی احساس میکنیم که اون بلا دفع شد دیگه. ولی شما ببینید این الویان میان و این رو میخونن ولی بلا همچنان در سر جای خودش هست. میبینیم یک حالت پارادوکسیکال داره ایجاد میکنه. از اون وقت ما میدونیم که این بلا اتفاق خواهد افتاد ولی ملائکه هنوز باور نکردن، اومدن و میخوان دفع چشم بد بکنن. یعنی اون حتی نظرهایی که احتمال داره چیز بشه، مثلا بلایی رو نازل بکنه، اونها رو میخوان دفع بکنن. حتی ملائکه هم نمیتونن این قضیه رو هنوز قبول بکنن. میدونیم یه همچین حالتی داره این سناریو نویسی که جناب نیر داره جلو میبره. اولویان از بحر دفع چشم بد، خواند بر وی قل هو الله احد. از این ور همین آیه که میاره اون مقام الوهیتی که به حضرت ابا عبدالله نسبت میده، اون تجلی الوهیتی که در وجود حضرت داره شکل میگیره. راند حجت ها بر آن قوم جهول، آن سلیل مرتضا سبت رسول. حضرت ابا عبدالله نزدیک لشکر متخاصم دشمن میشه و شروع میکنه به حجت راندن، احتجاج کردن. این یکی از رسم ها بود. خب عرب بادیه نشین و عرب جاهلی بدون این که اصلا بدون چرا داره جنگ میکنه شروع میکرد و جنگ میکرد. یعنی قبائل فقط پیرو رئیس قبیله بودن. رئیس قبیله وقتی میگفت جنگ کنید نگاه نمیکرد که در طرف مقابل خودش چه کسی داره باش جنگ میکنه، چرا داره با اون جنگ میکنه. این رسمی بود که پیامبر آموخت و گفت که احتجاج کنید، بیایید حجت ها رو بگید. هر بار حتی وقتی که میدونید همه میدونن که چرا دارید جنگ میکنید، بیایید حجت بیارید، بگید من رو نمیشناسید،
من حرفم این هست، چرا حرف من رو قبول نمی کنی؟ الان فهمیدید تک تک شما متوجه شد که دارید چه کاری انجام میدید، دارید چه کسی رو میکشید، چرا دارید میکشید؟ این حجت راندن بود و میومدن از همه حجت میخواستن، میخواستن همه متوجه باشن که دارن چه کار میکنن. فردا کسی نگی که من نمیدونستم، من خبر نداشتم چه اتفاقی داره میفته، من رو برده بودن و من هم قاطی جنگ شدم. نه اینطور نبود، حجت رانده شده، بر همه آشکار شده که چه کاری دارن انجام میدن و حجت تمام شده در اونجا. ران حجت ها بر آن قوم جهول، آن سلیل مرتضا سبت رسول. سبت یعنی نبی پیامبر. سلیل هم که گفتم فرزند یا فرزندان فرزندان. گفت برگویید هان من کیستم، من مگر محبوب داور نیستم. گفت بگید ببینم شما من رو نمیشناسید، بگید من کی هستم، آیا من محبوب خداوند نیستم؟ می ندانیدم مگر ای قوم لد که منم فرزند سالار احد. ای قوم کافر، لد یعنی کافر، نمیدانید؟ آیا اطلاع ندارید من چه کسی هستم؟ نمیدانید که من فرزند سالار احد یعنی حضرت رسول هستم یا حضرت امیر هستم؟ هر دو اینها به عنوان سالار احد میشه بگیم. شما من رو به خوبی میشناسید، من نبی پیامبرم، فرزند زهرا هستم، فرزند علی بن ابی طالب هستم. جد من پیغمبر آن نور نخست که وجود انبیا آن نور روز. پیامبر رو شما مگه نمی‌شناسید؟ مادر من بزعه پاک رسول. اون حدیث معروف که فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن من است، هر کس فاطمه را بیازارد من را آزرده است. مادر من بزعه پاک رسول، در حسب زهرا و در اسمت بتول. نک منم نوری ز نور انگیخته، خون من با خونشان آمیخته. من نوری هستم که از نور اونها جدا شدم، خون من با خون اونها آمیخته است. کیستم من؟ قرة العین علی، در خلافت صاحب نسل جدید. من قرة العین امیرالمؤمنین هستم، صاحب نص و گفته آشکار پیامبر هستم که گفت من کنت مولا فهازا علیون مولا. خون من خون خدای لایزال، کی بود خون خدا کس را حلال. خون من خون خداست، خون خدا از کی حلال شده؟ مگه میشه این کارو کرد؟ بدعتی در دین نمودم اختراع، یا ز دین برگشتم از ای قوم رعا. آیا من در دین بدعتی به وجود آوردم؟ از دین برگشتم، کافر شدم که چنین مستوجب قتل میپندارید من رو؟ و کمر به قتل من بستی، کین چنین بر کشتن من تشنه ای، جمله بر کف تیغ و تیر و دشنه ای. این چنین آماده شدید بر کشتن من؟ یا قصاصی از شما برگردنم، رفته تا باید تلافی کردنم. نکنه کسی از شما رو کشتم که میخواهید قصاص بکنید؟ این چه کاری هست؟ این چه رفتاری هست؟ شما دعوتنامه ها فرستادید، من رو به این سمت دعوت کردید، حالا که من اومدم همه تون جده من شمشیر کشید. این نکته رو بگم، از عبا عبدالله قبل از شب عاشورا همه اون دعوتنامه هایی که با خودش آورده بود رو میسوزونه، چون دلش میسوزه، میگه نکنه فردا امضای این افرادی که اومدن به کشتن من اینها در بیاد و ابن زیاد یقه اونا رو بگیره که شما دعوت کرده بودید حسین رو. حتی به فکر اونها هم هست، به فکر اونهایی که دعوت کردن، خیانت کردن، اومدن شمشیر کشیدن، حضرت ابا عبدالله اون دعوتنامه ها رو هم میسوزونه که کسی دست پیدا نکنه. گرنه بشناسیدم ای اهل زلال، نک منم وجه خدای ذوالجلال. خون من دانید، خون من دانید چه بود ریختن، تیغ بر روی خدا آمیخت. خب تا اینجا میتونیم صبر بکنیم و انشاءالله فردا
ادامه اشعار رو پی بگیرید. و السلام علیکم.